مرگ حق. ولی چه مرگی؟ ما هر روز داریم میمیریم به خاطر یک روز زندگی. سلطان قلبای مردم ایران 20 سال انتظار کشید تا جمهوری اسلامی حکم ممنوع‌کاریشو بشکنه تا بتونه به عشق از دست رفتش یعنی سینما برگرده و مقابل دوربین قرار بگیره. پدیده تاریخ سینمای ایران وقتی از دنیا رفت خیلی افسوس خوردن که چرا کاری برای برگشتش به سینما نکردن و چرا انقدر بی‌رحمانه باهاش برخورد کردن و چرا اجازه دادن تا با مرگ هر روز زندگی کنه. سلام، من مونا هستم و اینجا کانال تاریخ مشاهیر ایرانه. این ویدیو رو ببینید تا با مسیر سیر زندگی این بازیگر نامدار و کشتیگیر قابل بیشتر آشنا بشید. اما قبل از اون از پایین همین صفحه عضو کانالم بشید و با زدن دکمه زنگوله کنارش از ویدیوهای جدیدم مطلع بشید. محمد علی فردین یکی از خبرسازترین چهره های سینمای ایران از اواخر دهه 30 تا اوایل دهه 60 بود. همه ایرانی ها فردین این بازیگر خوش چهره سینمای ایران رو با این خنده های پهن و کشیده خودشون به یاد میارن. هنرپیشه صاحب سبکی که با بازی دیدنیش، اجرای آواز ترانه هاش، رقصیدن های خاصش بازار سینمای فیلم فارسی رو رونق داده بود و توی دوره‌ای که مردم بیشتر برای دیدن فیلم‌های خارجی به سینما می‌رفتن، گیشه فیلم‌های ایرانی رو حسابی رونق داد. محمد علی فردین تو 16 فروردین سال 1309 پایین‌تر از دروازه دولاب تهران توی خانواده متوسط به دنیا اومد. پدرش علی فردین استاد کار تراشکاری توی دوشان تپه بود و همزمان بازیگری هم می‌کرد. علی بعد از کار روزانه توی تئاترهای لاله‌زار توی نمایش‌های مختلف بازی می‌کرد که حتی قرار بوده تو فیلم دختر لور هم بازی کنه. اما بنا به دلایلی این اتفاق نمی‌افته. به هر حال اولین کسی که باعث علاقمندی محمدعلی فردین به سینما میشه پدرش بوده. پدرش اون از همون کودکی با خودش به سینما می‌برد و با هم به تماشای فیلم‌های صامت اون دوره می‌نشستن. اون یه دوره عاشق نقاشی و شنا میشه و حتی آرزو داشته که توی شنا رشد بکنه و بتونه با قهرمانای شنای دنیا رقابت داشته باشه. بعد از پایان دوره ابتدایی برای دوره متوسطه به دبیرستان آذر توی خیابون شاه‌آباد میره. تو همین سن نوجوانی عضو باشگاه نیرو میشه. هر روز بعد مدرسه بلافاصله خودش رو به باشگاه میرسوند و با کلی انرژی و انگیزه ژیمناستیک تمرین میکرد. اما خیلی زود جذب ورزش وزنه برداری میشه. 13 ساله بودش که تمرینای وزنه برداری رو شروع میکنه. تو همین سال یعنی سال 1322 فردین احساس میکنه که گمشدهش رو پیدا کرده و اون چیزی نیست جز ورزش کشتی. کشتی با همه ورزشهایی که قبلا انجام داده بود براش فرق داشت. تمرین کشتی رو توی باشگاه نیرو با جدیت شروع میکنه و خیلی زود هم خودش رو توی این ورزش نشون میده. تو سال اول دبیرستان مقام چهارم کشتی رو میاره. اما چند ماه بعد تو مسابقات قهرمانی باشگاه‌ها که تو محل سیرک تهران تو خیابون فردوسی برگزار میشد به مقام اول میرسه و برای اولین بار عکس فردین با دو بنده کشتی توی روزنامه‌ها چاپ میشه. تو سال 1327 زمانی که 18 ساله شده بود مجدداً به مقام اول باشگاه‌های تهران دست پیدا می‌کنه و بعد هم راهی خدمت سربازی میشه. تو دوره سربازی هم به خدمت تیم ارتش در میاد و تمرینای کشتی رو با جدیت ادامه میده. تو سال 1329 وقتی که محمد علی فردین تقریبا 19-20 ساله بود با مهری خمارلو عشق اول و آخر زندگیش ازدواج میکنه. مهری یا به قول فردین مهری جون خواهر دوست فردین بود که مهری زمان ازدواجش 17 ساله بوده. حاصل این ازدواجم 4 تا فرزند به اسمای سعید و عاطفه و سیاوش و آمنه است. اونا تا پایان عمر فردین کنار هم میمونن و مهری هم 4 سال بعد از فوت فردین از دنیا میره. اون تو مسابقات جهانی سال 1954 ژاپن شرکت میکنه. با وجود شکستگی گوشش صاحب مدال نقره تو وزن 73 کیلوگرم جهان میشه. بعد از اون به همراه چند نفر دیگه از قهرمانای کشتی مثل عباس زندی، امام علی حبیبی، جهانبخت توفیق و غلامرضا تختی تو آذر سال 1333 با دعوت فدراسیون کشتی به کشور سوئد سفر میکنه.
تا بتونه توی مسابقات دوستانه شرکت بکنه. اون تو سال 1336 تو مسابقات کشوری با شکست حریفان قدر خودش مقام اول کشوری رو برای خودش کسب میکنه. بعد از درخششش تو ورزش کشتی و به دست آوردن چندین مدال تو مسابقات کشوری و جهانی، از تشک کشتی خداحافظی میکنه و یک سال بعد وقتی که 29 ساله بوده وارد دنیای بازیگری میشه. فردین حدود یک سال تو کلاسای بازیگری مهین و اسکویی شرکت میکنه و به گفته خودش از 8 صبح تا 2 نصف شب توی کلاسای مهین و همسرش حضور داشته و مهارت‌های مختلف بازیگری رو یاد میگرفته. با این وجود وقتی وارد سینما میشه احساس میکنه که چیزی از سینما نمیدونه. 6 سال اول دچار سرگردونی بوده و سعی میکرده با دیدن فیلم‌های خارجی و الگوبرداری از اونا بازیگری خودش رو تقویت کنه. اون بیشتر کار خودشو به شکل تجربی پیش میبرد تا اینکه اسماعیل کوشان فیلمنامه نویس و کارگردان سینما پیشنهاد بازی تو فیلم چشمه آب حیات رو بهش میده و فردین هم قبول میکنه. و این میشه که محمد علی فردین به عنوان یکی از هنرپیشه‌های اصلی فیلم اولین نقش اصلی خودش رو توی سینما ایفا میکنه. بعد از این فیلم بود که پیشنهاد بازی تو فیلم فردا روشن است و فریاد نیمه شب رو میگیره. اما فردین شهرتش رو مدیون فیلم آقای قرن بیستم به کارگردانی سیامک یاسمیه. تو فیلم آقای قرن بیستم نقش مقابل فردین پورانه که فردین توی این فیلم نقش داشت حبیب رو ایفا میکرد. داستان با ازدواج فردین و پوران تموم میشه و یک پایان خوش و مخاطب پسند داره. بعد از این کارم فردین با فیلم گنج قارون مشهور میشه و با شخصیت علی بیغم شناخته میشه و با بازی در کنار فروزان و ترانه اومدم از هند اومدم با ماشین بنز اومدم توی همین فیلم گنج قارون اجرا میکنه. کارگردان گنج قارون سیامک یاسمی و هنوز که هنوز این فیلم یکی از بهترین فیلم های قبل از انقلاب فردینه. اون همیشه از کمبود امکانات توی سینما و لوازم گیریم توی سینمای ایران گله داشت و میگفت زمانی ما توی ایران صاحب سینما میشیم که کشور ما صاحب فن و تکنولوژی سینما بشه. شاید بتونیم بگیم که یکی از به یاد موندنی ترین فیلم های قبل از انقلاب محمد علی فردین فیلم سلطان قلب هاست که تو سال 1347 ساخته شد. یه فیلم عاشقانه که فردین علاوه بر بازی در نقش سعید کارگردانی فیلم رو هم به عهده داشته. همونطور که سناریوی این فیلم رو هم خودش نوشته بود. سعید عاشق دختر خالش ستاره است که آذر شیوا بازیگر زیباروی سینما این نقش رو بازی کرده. قهرمان قصه باید بین عشق ستاره و پول فتنه یکی رو انتخاب میکرد. به خاطر این فیلم بودش که فردین به سلطان قلب‌های سینمای ایران معروف میشه. سلطان قلب‌ها با صدای عارف و عهدی و بازی شیرین لیلا فروهر مورد استقبال مردم قرار میگیره و فردین لوح سپاس بهترین بازیگر مرد رو توی جشنواره سینمایی سپاس به ارمغان میاره. برم برم یه دلم میگه نرم نرم طاقت نداره دلم دلم بی تو. اون با بازی تو چند تا فیلم خارجی به اسمهای مردان بکش، مردی از تهران، همای سعادت و طوفان بر فراز پاترا تجربه های جدیدی رو کسب میکنه. تو این دوره بود که با دوربین و نحوه کارگردانی تو کشورهای دیگه آشنا میشه. حتی یه دوره هم آموزش رقص و موسیقی رو میگذرونه. اون دوست نداشت بازیش تکراری بشه و کلیشه‌ای باشه. دوست داشت نقش‌های سخت و متفاوتی رو بازی بکنه. برای اینکه بتونه از فضای تکراری بازیاش خلاص بشه، به فکر ساختن فیلم میفته. در سال 1351 فیلم جهنم به اضافه من رو میسازه که تو فیلم دیگه خبری از آواز و کتککاری و کافه نبود. لوکیشن فیلم کبیر بود و حاضر شد تو گرمای داغ کبیر بازی بکنه تا فقط بتونه فیلم جدیدی رو از خودش ارائه بده. فردین بیشتر از 2 دهه به عنوان بازیگر، کارگردان، نویسنده و تهیه کننده سینمای ایران می درخشید و در بیشتر از 60 تا فیلم ایفای نقش کرده بود. میادگاه خشم، ناجورها، فیلم کمدی راز درخت سنجد، ایوب، گدایان تهران و امیر ارسلان نامدار تعدادی از فیلمایی که فردین توی اون نقش آفرینی کرده.
فردین با بازیگرای شناخته شده ای هم مثل ناصر ملک مطیعی، بهمن مفید، ایرج قادری، بهروز وثوقی، گوگوش، حمید خیرآبادی و سعید راد و خیلی های دیگه هم بازی می شد. او معتقد بود ما تو سینمای ایران بازیگر خوب خیلی نداریم و فقط بازیگرایی که از طریق تئاتر وارد سینما شدن بازیگرای خوبی بودن، مثل علی نصیریان و عزت الله انتظامی. اما نظر فردین درباره سینمای ایران در بعد از انقلاب 57 این بود: سینما در بعد از انقلاب 57 به شدت قومی شده، یعنی در اختیار یک قشر مشخصی قرار گرفته، در حالی که سینما متعلق به همه مردمه. برای همینه که سینما رو به مرگ و بوی این مرگ رو داریم یواش یواش احساس میکنیم. فردین در سال 58 آخرین فیلمش یعنی برزخی ها رو بازی میکنه و بعد از این فیلم دیگه اجازه بازیگری بهش نمیدن و دوره طاقت فرسای ممنول کاریش شروع میشه. با وجود همه این سختی ها حاضر به ترک ایران نمیشه و تا آخرین روز زندگیش برای بازگشت به سینما و بازیگری منتظر میمونه. اما بعد از انتظاری 20 ساله با همون حسرت همیشگیش از دنیا میره. غیر از ممنول کاری فردین بعد از انقلاب، بیمهری دیگه ای هم تو سال 76 براش رقم میخوره. وقتی که تو جریان مسابقات کشتی در سال 76 که توی تهران برگزار میشد، وقتی اون برای تماشای مسابقه به سالن آزادی میره، حراست سازمان تربیت بدنی جلوی حضورش توی سالن رو میگیره و فردین مجبور میشه که اونجا رو ترک کنه. 3 سال بعد، یعنی در بعد از ظهر 18 فروردین سال 1379، فردین به خواب میره و دیگه بیدار نمیشه، در حالی که فقط 2 روز از تولد 70 سالگیش میگذشت. مراسم تدفینش برگزار میشه. تعداد زیادی از طرفداراش برای خداحافظی با این اسطوره اومده بودن و مقابل مجموعه ورزشی شیرودی جمعیت زیادی رو جمع کردن و باعث شد خیابونای اطراف اونجا کاملا بسته بشه. اون با حضور جمعیت زیادی از طرفدارانش توی بهشت زهرا تدفین میشه و به خواب ابدی میره. مرسی از اینکه تا این لحظه از ویدیو همراه هم بودید. لطفاً نظراتتون رو درباره فردین و شخصیتش برام بنویسید و بگید کدوم بازی فردین رو بیشتر از همه دوست داشتید. اگرم این ویدیو رو دوست داشتید حتماً اونو لایک کنید. تا ویدیو بعد، خدا نگهدار.